حیات پروردگار، درود بر شما. بیننده برنامه کودکشو هستید از شبکه نسیم، همراه من باشید. اشمان واسه فاطمه زهرا، من خیلی مهربونم، تو اساتیدم به دیتو میدم. من آزن زهرا، من خیلی مهربونم، من ریسکان به دیتو میدم. ما دوگلوی دوگلوی خیلی خوشی داره، یه خواهد در این شکل خوده. ما یه داداش داری، اسمش امیر رضاست، او خیلی ما رو دوست داره. ایسی مامان معصوم است. مامان همیشه بسیم قصه تعریف میکنه. مامان خیلی خوب قصه تعریف میکنه. این باباست. بابا عبوف هست. بابا خوب قصه تعریف نمی کنه. بیشتر بسیم رو میخونه. ما خیلی خوشبختیم. چون ما یه خانواده ایم. من یارا هستم، من ترنمم، ما دو قلوییم، ما خیلی خوشگلیم، اومدیم کودکشو چون میخواد کلی بازی کنیم. ما یه داداش داریم، محمد تاها، اون خیلی پسر خوبیه، خیلی هم درس خونه. بابای ما بابا حمید، بابا آتش نشانه، اون خیلی قهربانه. دیشون ماما مریمه، مامانم قهربانه، چون برای ما خیلی زحمت میکشه. ما خیلی خوشبختی، چون ما یه خانواده ایم. شب هم میزبان خانواده های خیلی و نیکبختی هستیم. درود بر شما، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکی با مردم ایران داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن باشین. سلامت باشید. مردم ایران سلام، حمید خیری هستم، پدر محمد تاها، ترنم و تیارای خیری. آفرین. و سرکار خانم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. مریم خیری هستم، مامان محمد تاها، تیاره و ترنم. خیلی هم خوشحالیم که اومدید. خیلی ممنون که برنامه ما شرکت کردید و خانواده نیکبختی. به نام خدا. سلام عرض میکنم بازدیده. سلام مردم ایران. من ابوالفرج نیکبختی، پدر امیررضا، فاطمه زهرا و نازنین زهرا هستم و خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم برنامه شادی رو در خدمت شما داشته باشیم. به لطف همکاری شما و خنده‌های زیباتون حتما. و سرکار خانم. به نام خدا. با سلام خدمت آقای بازدقی و بینندگان عزیز. من معصوم کرزن هستم، مادر امیررضا، فاطمه زهرا، نازنین زهرا. خیلی خوش آمدید. ما معمولا راجع به مشاغل کسایی که شرکت میکنن خیلی سوال نمیکنیم، ولی میتونم بپرسم شغل شما چیه؟ من آتش نشان هستم. آها. هاشون دست بزن. علت داشت. چون اولش اینجوری بود. 206 بزن کنار، 206 بزن کنار. درسته؟ بیشتر الان پیرایت شده. پیرایت بزن کنار. درست میگم؟ آره. یعنی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، من کم ماشین جلو بود. جلو صحنه بود. واسم یه لحظه گفتم بذار بپرسم شغلشون چیه. خب چطور با هم آشنا شدید؟ و از شما میپرسم چطور پذیرفتید با یک آدمی که همیشه در یک موقعیت خطرناکه زندگی رو آغاز بکنید؟ والا ما حقیقت پسرم و دخترم هستیم. خب اولش که اومد خواستگاری
کاری نداشتش. ای بابا. آره بیکار بود. چون سنش هم کم بودش. جرأت داشت فقط کار نداشت. آره چون سنش هم کم بود. میخواست بره سربازی. جوان بودم و جویای نام بیه. آره میخواست بره سربازی به خاطر همون عجله کرد گفت میخوام برم سربازی باید زن بگیرم. بعدش و بعد از اینکه شما متوجه شدید سعی نکردید که نظرش رو عوض بکنید؟ نه خیلی خودش آتش نشانی رو دوست داره. واقعا دوست داره. حتی چندین بار براش موقعیت کارهای بهتر پیش اومدش که مثلا دیگه شب بیداریای مثلا شیفت بودن و خیلی اذیت میشه دوری از خانواده مثلا یهویی بعضی روزا دو روز میمونه تو شیفت. آره شما. بله بعضی روزا چالشی بعضی موقع بیشتر میمونن موقعیت ها بله بیشتر میمونن این چیزا ولی باز چون میبینم خودش خیلی دوست داره واقعا با جون و دل دوست داره. حتی میگه دوست داشتم تو بچگی هم آتش نشان بشم از آخی. آره به آرزوش رسیده من هیچ وقت مانعش نمیشم. احسن در شما یه بله دست بگیریم. حالا یه بعضی از دوستان ایراد گرفتن میگن چرا اجرای تو اینجوریه، مثلا میگی که شما ناراحت نشدید مثلا نترسید با یه آتشش. خب بریم ما این سوالا رو میپرسیم. بله. لطفاً اگه قراره که جای پخش بکنید که چرا پژمان واضق اینجوری سوال میپرسه کاملش رو پخش بکنید. بله. ما اینو میپرسیم که خود خانواده ها درونیاتشون رو بگن، یعنی غالباً بگن که نه من دوست داشتم همسرم با افتخار همسری باشه. من واقعا دوست دارم. حتی مراحلی که میرفت برای شرکت توی پذیرفته شدن آره استخدام واقعا دعا میکردم، از جون و دل دعا میکردم، چقدر نظر و نیاز کردم که قبول بشه، چون واقعا میدیدم دوست داره که بره آتش نشانی و اینجور چیزا. خیلی واقعا با جون و دل میره. اصلا به خاطر پولش و به قول مادیات نرفت. پولی هم داره مگه؟ نه همون دیگه میگم به خاطر اون چیز خاصی نداره، فقط چون عشقش رو داره، علاقش رو داره، به خاطر اینکه مهربون فداکاره با روحیش خیلی سازگاره. میگم مثلا آتش بودنی مواظب باش، میگه بذار حالا ببینم بچه مردم چی میشه. آخه. بعد حالا مواظب خودم هستم. اتفاقا موضوع برنامه ما هم همینه، حتما راجع به این احساس همدردی و کمک به هم نوع صحبت خواهیم کرد. خانواده نیکبختی خیلی دیگه ساکت وایساده بودن، خوش به حالشون بود. زنده باشه. شما چطور با هم آشنا شدین؟ من والا خواستگاری کار مرد دیگه، بعد اول مرد پیشنهاد بده پا پیش بذاره. من خانم یه جا دیدمش بعد اصالتا اهل کجا هستی؟ من بچه‌ام تهرانم، ورامین. بچه ورامین. خب همسرتون ورامین، شما ورامین؟ شیرازی هم ولی خب تهران بزرگ شد. بله تقریبا فاصله هم 15 کیلومتر زیاد به هم فاصله بیشتر نداری. تو مسیر محل کارم اینا بود که خانومم رو دیدم و بعد حالا میگن خوش اومدن. خوش اومده داشت؟ نه اینو نمیگم، اون اصلیه رو بگو. عاشق شدم. آفرین. خوش اومدن. چرا خصاصت میکنی کلمات رو؟ بعد بعد دیگه هر روز همون مسیر رو میرفتی میامدی؟ بله واقعا. شاید یه روزایی هم سر کار دیر میرفتم. یه لحظه آقای خیری خان، دیدین که هی دنبال کلمه میگشت آقای نیکبختی که من تو مسیر کار بگو هر چی دلت هر چی هست رو بگو. ببین بچه‌ها این برنامه رو میبینن و متوجه اون عشق بین پدر و مادرشون میشن. آقای بازرگی در این چیزه. آقای بازرگی اگر یادگاری داری برای بچه‌ت بذاری درست بذاری. آقا آفرین جان. من تو چنین مواقعی مسیر کار و مسیر خونه عشق همش میفته تو یه راست. تو یه راست چجوریه؟ نمیدونم چرا ها والا چپ و راست هم نداره مستقیم. اصلا به یه دلیل متفاوتی، حالا یا ساعتی مرخصی ساعتی یا یه جوری مرخصی روزانه یا اصلا اتفاقی میفتد اون مسیری میرفتیم که آره اون مسیره. بعد افتادم تعقیب خانومم که ببینم مثلا محل کارش فلان، رفتم تا محل کارش بعد دیدم خب موقعیت شغلشون خوب بود یا تاییدشون کردن تو محل کار. بعد اومدیم دیگه پاپیش گذاشتیم با همه اتفاقای بدی که میخواست بیفته، با همه مقاومتایی که انجام شد، یعنی مثلا کجا؟ شاید حالا خانواده دوست این و اون و خیلی ها یه سری ما جنگیدیم. یه سری خیلی هشت ماه. آره خیلی چی بوده موضوع چی بوده چرا مخالفت میکردن در این یه خورده مقاومت میکردن، حالا سریع خانواده شاید مثلا میگفتن مثلا نه ما شرایط بهتره این ور اون ور، ولی خب اون چیزی که تو دل منه، اون چیزی که من انتخاب میکنم، آقای بازقی من همیشه هدفم این بود، گفتم چیزی که خودم انتخاب کنم بهتر به دلم میشینه تو کسی چیزی که کسی خاصش بهم بگه. شما مثلا بگی فلان چیز خوبه، من دنبال این میگم یه ای بی بذارم روش اون کار انجام ندم، ولی چیزی که تو دلم بشینه هزار تو سنگم از آسمون بره میارم میرم به اون هدفم باید برسم.
یعنی دنبال هدفم باید بشم به اون هدف برسم. اون مسیر کاره انجام شد، درسته؟ آره این انجام شد، خدا رو شکر راضیم، یعنی با من ساخته، با هر شرایط بعدی که داشتیم، بالا پایین زندگی که داشتیم، خدا رو شکر ساخته. الان یه جمله عاشقانه بخوای به همسرتون بگین چی میگین؟ خیلی عاشقشم. آفرین خانم. خانم نیکبختی خیلی وقت بود این جمله رو نشیده بود. نه من شاید روزی شاید ایشون روزی 10 بار بگن همین جمله رو. همین جمله. آفرین. روزی چند بار میگی آقای خیلی؟ 24 عاشق میگم. خانم شما در روزی چند بار میگن؟ حالا مثلا 24 هم نگفتن. آقا من 24 ساعت که سر کارم، بگم 24 ساعت رو میگم. اون 48 ساعت که هستی چند بار میگی؟ 48 ساعت هم دیگه 48 ساعت عاشقیم دیگه. در بس عاشقیم. آفرین. خیر. نه خدای خیلی مهربون و عاشق خانواده. اصلا ببین آدمی که جونش گذاشتی کف دستش واسه مردمی که آره. هموطنشن فقط، یعنی نه میشناسه نه میدونه کیه، حتما باید عاشق باشه. اگر عاشق نباشه که خیلی مهربونه واقعا، دلش دریاست. فرمان نمیده که بره تو آتیش، درسته؟ خیلی دلسوز و مهربونه واقعا. یه مرد تمام عیاره. همینجا ازش تشکر میکنم واقعا، با بد اخلاقی های من و خستگی هم که دو قلوها رو بزرگ کردن و اینجور چیزا، بالاخره کلافگی بچه بزرگ کردن زیاده، ولی به خدا سنگ تموم میذاره برای من. خیلی واقعا سنگ تموم. حالا اگر مثلا بخواید یه، اگر این قدرت رو داشته باشید که یه خصوصیت بد آقای خیری رو بردارید، کدومشو برمیدارید؟ اصلا خصوصیت بد که نداره. یه دونه حالا. آره میدونم. مثلا حتی خور رو پف میکنه مثلا. آره خور رو پف میکنه. واقعا خور رو پف میکنه. اونو تو خسته میشه آقای بازرگانی. واقعا توی یک ثانیه میخوابه، انقدر که خسته میشه میاد واقعا. من میگم تا برو چای دم کن، تا من چای دم میکنم میام نه وای خوابش برده. حمید پاشو، حمید پاشو، پاشو الان میبینی دو ساعت گذشت، چای یخ کرد، از دهن افتاد، میبینم واقعا از دلم نمیاد، خیلی خسته میشه. عجب. خیلی برای خانواده تلاش میکنه. نه به خدا، به خدا، به جون بچه‌ها. خوابم گرفت انقدر. دروغ نمیگم اصلا، نه اقراق میکنم نه دروغ بگم، واقعا دوست داره خانواده و بچه‌هاش. خیلی دوست داره. خیلی از جون و دل برام مایه میذاره. آفرین حمید خان، آفرین، براشون دست میزنیم. بریم سراغ آقای نیکبختی. شما یه خصوصیت بد آقای نیکبختی بخواید حذف کنید، کدومش رو حذف میکنید؟ منم همین وقتی چای درست میکنم میخوابه، بعد دوباره چند بار درست کنم، فقط من چای تازه دم باشه. من یه خاطره واسهتون تعریف کنم. من رفتم خواستگاری، خانه اینا تو استکانای کوچیک چای میخوردن، یعنی خانوادگی اینجوری بودن. بعد واسه من تو استکان کوچیک تا اومد بشینه، دید چای رو خوردم تموم شده، رفت به خود دفعه بعدی، یعنی خود دفعه بعدی که رفتم خونهشون دیدم یه استکان از این، حالا خانوما بیشتر میدونه، قد کوتاه ولی توپلا، از اون اصلا چای آورد واسه خانواده خوش، اما استکان کوچیک آورد. باز مثلا تو 5 دقیقه 10 دقیقه اول چای رو خوردم، بعد بعدن اومدم مثلا باهاش صحبت کردم، گفتم این تو زندگی اومدیم ان شاء الله سماور رو بذار کنار، پوری کتری می‌ذاری بغلت می‌گیری می‌شینی دیگه جدا نشی، بشین صحبت کن ادامه داشته باشه. خب گفت نه من بکشی، پس هوای شما چاییه. آره گفت منو بکشی، خب 10 تا چای می‌خوای میارم واسه. به قرآن ظرف یک سال نکشید. خب دیگه به قرآن رفتم واسش خود، یعنی با همدی پیشنهاد داد یه خورکیتی افراس واسه هم میگیریم، تو پدر من در بود اینقدر من میگیرم. خیلی هم عادی. الان میشینیم خورکیتی مرمانه بغل هم میشینه، من شاید 7-8 تا چای بخورم، ولی خب مثلا یکی دوتا خوش میخورم میره کنار، یعنی عکس سلفی میگیری میگی من و همسرم و چایی. بعد اصلا اثر کار که میام خونه مثلا خستم، میگم خانم چایی تو خیلی مزه میده، شاید کمک ظرفا رو بشورم، ولی میگم چایی رو تو بردم کن، تا میره دم کن یه چورت من زدم، بعد میگم 2 ساعت گذشته منتظر منه که منو بیدار کنه، یعنی همدردیم شاید. باورش نمیشه. خیلی جالب توی خانواده هایی که مهمان ما هستن اینه که برادرای بزرگتر آسیان از دست خواهرشون، درست میگم؟ بله. زور میگن. میکنن مگه؟ دخترا زور میگن به پسرا. زور میگن. واقعا زور چی کار میکنن؟ محمد تاها مثلا موقعی که درسشو میاره بنویسه، حتی با اینکه تو اتاق خودش هم مینویسه، میگه نباید در بسته باشه. چرا درو میبنده؟ درو باز میذاره. چرا اون مداد رنگی رو برداشتی؟ مدادا رو بده به من، برگر رو بده به من. خب زور میگن دیگه، همون سنشونو اقتضا میکنه. خب نه، ولی محمد تاها رابطه بامزه و جالبه، نه؟ خیلی خوبه. واقعا تو خونمون همیشه جنگ و جدال هستش. من به قولی اونجا هم باید قاضی باشم، هم باید
وکیل مدافع باشم، به همه بگم حق با توه، به تو بگم مثلا به اون بگم اینجوری نکن، به اون بگم اینجوری نکن، کلا خونمون همیشه یه تو خونه شما چی؟ بله شما که توصیف کرد تو خونه شما چی کار می‌کنید؟ قبل از اینکه اصلا خدا دوقلا رو به ما بده، امیررضا یه روز از پیش دبستانی اومد، بعد تلویزیون داشت برنامه تبلیغ میکرد، گوه جان چه آبجیهای خوشگل، مثلا چه دخترای خوشگلی. گفتم دوست داشتید مثلا خواهر کوچولو داشتی؟ همون جلو تلویزیون گوه خدا به ما به مامانم یه دوقلو میدی، اونم دوتاش. من گفتم یکیش پسر باشه، بعد گفت نه دوتاش آبجی باشه، یه فرشته این ورم یه فرشته اون ورم. خدا شاید آقا بازقی 3 ماه بعد من دوقلو. حالا من یه چیزی بگم برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد بین دوستان، چون هی میرن میگن که بازقی چرا اینجوری اجرا میکنه، مثلا هی همش بدیای خانواده پر جمعیت میگه. نه اتفاقا قدیما خانواده پر جمعیت بودن، تعداد زیاد بود، برادرها خواهرها به هم دیگه تکیه میکردن، بچه‌ها عمه داشتن، عمو داشتن، خاله داشتن، دایی داشتن. و الان متاسفانه با شرایط همه هم میندازن گردن شرایط اقتصادی، حالا یه بخشش هست ولی یه بخشش هم دیگه پدر مادر رو تمایل ندارم. آره واقعا ما خودم دوست نداشتم بچه دوم. الان چقدر فرق کرده زندگیتون؟ الان خیلی کلا رنگ و روی زندگیمون عوض شده. همیشه از صبح که بلند میشیم بدو بدو در تلاش میدویی. زمین تا زیر زمین. آره خیلی. بس حسنایی هم داره دیگه. خیلی حسنش زیاده واقعا. آقای بازقی محمد ها وقتی که یه دونه بودش تا 8 سالگی من بچه نمی آوردم، میگفتم بس دیگه فلان، مثل مردم دیگه حالا میگن تک فرزندی این چیزا. محمد تو همیشه ناراحت بود، میگفت من برم یه جایی با یکی بازی کنم، چرا مثلا فلانی خواهر داره برادر داره من ندارم. ولی الان تا الان ناراحته میگه برم یه جایی با یکی بازی نکنم. نه الان سالا من نشنیدم از سیارا و ترنم که بگن ما حوصله‌مون سر رفته بریم خونه کسی. اصلا دوست ندارم خونه کسی برم، همیشه خونه خودمون دوست دارن، همیشه تو خونه خودمون باشن، با هم بازی کنن، با آبجیش، با داداشش. اصلا محمد تو همیشه میگفت مامان حوصله‌م سر رفته، مامان بریم یه جایی، مامان یکی بیاد. ولی تیارا و ترنم اصلا نمیذارن ببینیم که شب شد که صبح شد، کلا در حال بازی کردن و دعوا کردن و بچگانه و آره خدا رو شکر خیلی بهتر شده. بسیار عالی. 5 سالی که خدا دوقلوها رو به ما داده، تو این 5 سال یعنی یه روزی نبود این خانومم گلگی کنه که من نمیدونم حوصله‌ام سر اومده یا فر. آره الانم که من نیستم واقعا میام خونه، مثلا خانوم میگاره مثلا فلان چیز نازنین تمیز کرده یا خدا کمک میکنن، یعنی اصلا نمیذارم من ناراحت باشم. به هم دیگه مثلا میگن یکی گردگیری میکنه، یکی ظرف میشوره، چهارپایی میذاره زیر پاشون. بله بعد خدا رو شکر خوبه. ما اگه واقعا حالا اصلا بحث اقتصادی نیست، یعنی اگه بتونیم یه دوقلو دیگه خرشون دست بزنید. خیلی خب مهمان داریم، 6 تا مهمان، 2 تا دوقلو با 2 تا برادرشون، درست میگم؟ بله. 2 تا خواهر، 2 تا خواهر و یک برادر. باید ببینیم که برادر بزرگا چی میکشن از دست این 2 تا خواهر. باید پای صحبت اونا بشیم، درسته؟ بریم و دعوت کنیم از مهمانان امشب. جذاب و زیبا داریم، قرار باشون گفتگو کنیم. خب اول با داداشو گفتگو بکنیم. بله سلام، خود معرفی کن بسرم. من به نام خدا سلام عرض ادب خدمت آقای بازقی، حضار گرامی و تماشاکننده های توی خونه. من برادر تیارا و ترنم هستم. فامیلیت میشه محمد رضای محمد تاها خیری. محمد تاها خیری چند سالته؟ 13 سال. 13 سال. سلام پسرم. بله برای شما دست بزنم. با خودتون معرفی کن. به نام خدا من امیررضا نیکبختی هستم، برادر فاطمه زهرا و نازنین زهرا. خیلی خوش آمدین. مرسی. چه دخترایی. خب چیکار میکنین با این شیطونا؟ ما تا تو تعریف کن. مدارا میکنیم دیگه باش. مدارا میکنیم. یعنی چیکارا میکنن که شما مدارا میکنین؟ اذیت میکنن دیگه ما. اذیت که نمیکنن دیگه. اذیت اسمش چیست؟ بچگان یعنی بچن دیگه. بچه‌ام خاصیتش اینه که شیطون باشه، بازی کنه، کنجکاو باشه، درسته؟
مثلا اینکه... بچه سالم باید شیطونی کنه. آفرین بهت که اینقدر شعورت بالاست. بچه‌ای که سالمه بایستی پر جنب و جوش باشه، شیطون که حالا اسمشو نمیتونیم بذاریم ولی پر نشاط باشه و اینکه بودو بودو بکنه، بازی بکنه. آقای بازقی میشه یه چیز بگم؟ دو قلو شدن بچه‌ها خواسته محمد طه بودش، رفته بود 13 به در تا من و باباش بریم یه دور بزنیم. مامان بزرگش گفت نمیدونی محمد طه چه خوابی براتون دیده. سبزه گره زده گفته من 4 قلو میخوام. مادر بزرگش گفته محمد طه نمیتونی، گفته خودم نوکرشونم. واقعا هم کمک حال بوده. فعلا بابا 72 ساعت یه روز برای خونه میمونه. آره محمد طه خیلی دوست داشتش بچه بعدی باشه. حتما همینطوره. وقتی اینقدر شعورش بالاست که میگه یک بچه سالم، بچه‌ای که پر جنب جوش و با نشاط باشه، یعنی که حتما بچه دوست داره. امیررضا شما چی کار میکنی؟ دوقلوها که اذیت نمیکنن ولی شیطونیشون بالاه. هر چی من میگم گوش میکنن. بازی؟ آره؟ خیلی خوب. خب چی کار میکنی؟ چی جوری باشون بازی میکنید؟ یه ذره توضیح بدید. بازی که هرچی خودشون بخوان بازی میکنیم. خب. بازی هرچی بگنی باشون بازی میکنیم دیگه. آره چه بازی دوست دارن معمولا؟ فوتبال بازی. فوتبال که مال شماست. آره دیگه باشون بازی میکنم. اینم بگم دوست دارم. دوست داری؟ خب بس میکروفون ها رو بدیم به خواهراتون. یه سلام بلند بگو. سلام. سلام. خودتو مال. بله. خدا را شکر. ممنون. خب خودتو معرفی کنی اسمت چیه؟ من سارا خیری هستم. چند سالته دخترم؟ 4 سالته. میکروفون رو بده به بغلی. سلام بلند. سلام. سلام. خوبین؟ بله. خدا را شکر. ممنون. خودتو معرفی کن. اسمت چی شد؟ ترنم و تیارا. چه اسمای قشنگ. خب چند سالت شما؟ 4 ساله. شما 5 سالت نیست؟ بزرگتر نیستی؟ آره هست. شما بزرگتری؟ یعنی شما 5 سالته. شما بزرگتری. خیلی سلام. 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 یه آروم گفتی کسی آوردن. بلند بگو. سلام. سلام. خودت معرفی کن. پدرزارا نیدختی هست. 5 سالمه. 5 سالمه. خب میکروفون بده به خواهری. سلام. 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 خودتو معرفی کن. من نازنین زهرام. نازنین زهرا. شما چند سالته؟ 5 سال. 5 سال. بچه دختر دو قلو میدونید یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگو ببینم نازنین. یعنی عروسک رو به هم بدین. دو قلو یعنی عروسک رو. خب دو قلو ببینم از نظر تیارا. دو قلو یعنی چی؟ اعصاب بازی بدیم. چرا کنیم؟ اعصاب بازی بدیم. اعصاب بازی بدیم. خب دو قلو معنیش یعنی چی؟ ببینم. عروسک. دو قلو معنیش یعنی عروسک. ببینم فاطمه زهرا چی میگه؟ دو قلو یعنی چی؟ یعنی با هم مهربون باشن. دوقلو یعنی با هم مهربون. دیگه یعنی چی؟ دیگه با هم شادی کنن. شادی کنن. میکروفون رو بده به داداش. شما هم به دوقلو یعنی چی؟ میکروفون نزدیک کن. دوقلو چی؟ نمیدونی یعنی چی؟ دوتا یه دونه. شما میدونی؟ توضیح بده ببینم. دوقلو اذیت نکنه. دوقلو اذیت نمی کنن. آره دختری خوبی. شما میدونی دوقلو یعنی چی؟ بله توضیح بده. دوقلو یعنی این که با هم دیگه یکسانن و در یه زمان به دنیا میان. آفرین. برای شرط بزنید. خب برای خواهرات توضیح بدید که هر دو در یک زمان به دنیا اومدن و یک روز یک ساعت هر دوشون یکسان هستن به قول شما و اینکه مثلا چند دقیقه با هم تفاوت دارن و باید اذیت نکنن، درسته؟ بله. خب شعر چی بلدین بخونی؟ کی بلده بخونه اول؟ دستش بیار بالا. چه شعری بلدی؟ من با هم شعر بلدم. ایناست. بهار رو بخون تیارا. بهارم و بهارم، شادی با خود میارم، شکوفه های زفتی، گل های تازه دارم، سه ماه دارم همیشه توجه اولیشه، اردی بهش و خوردم باهای آخریشه. آفرین. آفرین. ما ترنم بده بخونیم. چی میخوای بخونی؟ ز
زردالو رو بخون ترنو. زردالو. به 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 رنگین هست، خوشمزه شیرین هست، او دست دست بیمان هست، لپس و تب دارد، مغزش را چون بادان بشکندو دم دم دم، هم خوشرو هم خوشرو تل خوده زردالو. آفرین آفرین. خب کدومتون اول شعر میخونیم؟ یه ذره بیار بالا میکروفون. اول من، چون من کوچیکترم. ای جانم تو کوچیکتر. چقدر کوچیکتری از خاله؟ یه ساعت. خب بخون شما. یه دقیقه. یه دل هدری عاشق امام علی، من این دلو نداشته از صبحش برداشته، خدا به من عیدی داد یه دل هدری داد. آفرین. این شعر یاد داده؟ این شعر کی به شما یاد داده؟ شعر خودم یاد گرفتم. خب یکی خونده که شما یاد گرفتی. کی خونده یاد گرفتی؟ داداشم. داداشش خونده. از داداشش یاد گرفت. خب شما که بزرگتری برای ما چه شعری میخونی؟ همون که فاطمه خوند. دوباره همونه میخوای بخونی؟ نه خرگوشه رو بخون. خرگوشه رو بابا میگه. یه روز آقا خرگوشه افتاد دوم افتاد دوم رسید. نه رسید به بچه موشه. موشه پری توشو رو خرگوشه گفت. اگه هم بلدی تمرین کنید. خیر، اتاق بازی دوست دارید بریم؟ بله، دوست دارم برن اتاق بازی. شما هم دوست دارید، شما هم دوست دارید بریم، شما هم دوست دارید بریم، شما هم دوست دارید بریم. خیر، از این پف فیلا دوست دارین؟ بله. شما هم دوست دارین؟ شما هم دوست دارین، شما هم دوست دارین. دوست ندارین شما چی؟ شما هم دوست دارین. من خواهش میکنم که برادره بزرگتر اینو بگیرین، دست خواهرها رو بگیرید، برید اتاق بازی، همه جور تورا بخورید. خوبه؟ خوش بگذره اینجوری دیگه. بچه ها برن اتاق بازی، براشون دست بزنید. بده از همینجور باید بگذارم. آها اشکال نداره ما جمع. بچه ها به اتاق بازی رفتن، بریم اتاق بازی رو ببینیم. پیش از اینکه وارد اتاق بازی بشن ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. شناخت پدرها و مادرها چقدر هست از دوقلوهاشون. خب ما 4 تا بازی طراحی کردیم، یک عروسک بازی، استخر توپ، خانه سازی و خاله بازی. بچه ها قراره که وارد بشن ببینیم که دست هم دیگه رو میگیرن، کدوم بازی رو انتخاب میکنن دیگه. بریم سوالو ببینیم کدوم انتخاب میکنن دیگه، خاله بازی، استخر توپ، خانه سازی و عروسک بازی. یا شانس و یا اقبال. خاله بازی. گزینه 1 برای خانواده خیری، خانواده نیکبختی. عروسک بازی میرن. و عروسک بازی گزینه 4 برای خانواده نیکبختی. بریم به اتاق بازی بچه‌ها، جایی که آقای رضایی میزبان بچه‌ها خواهد بود. امروز هم سر شلوغه، بچه‌ها تعدادشون زیاده. آقای رضایی درود بر شما. سلام علیکم. محمد مهدی هستم، میزبان بچه‌ها در اتاق بازی. 4 تا فرشته کوچولو داریم. آقا رضایی سلام. سلام علیکم. خوبی شما؟ سلام. ممنونم. آقای بازرگی جان، من برای اینکه بچه‌ها بیان یه تشویق خیلی ویژه میخوام، از اون دست و جیغ و سوت و هورا و همه چیزا. بله. ترنم و تیارا. باید دارم بیارم ایشون. بیه بچه ها. باریک بچه ها. دست. 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 دست.
نازنین زهرا و فاطمه زهرا بیان. به به دست بزنید. بچه‌ها بیان اینجا، بیان اینجا. من خونه‌تا. بیان بیان اینجا اول، بیان اینجا اول، بیان پیش من وایسین. چون دو نفر بیان اینجا وایسین. آقای بازقی قبول بود دیگه، بچه‌ها رفتن اینجا. خیلی خوب، خیلی خوب. سنگ حساب دارم داشتم میگم آقای رضایی نذاشت. آقای رضایی. آقای بازقی دیگه اولین نفر رفت سمت خونه بازی دیگه. من کاری ندارم. بچه‌ها هر بازی که دوست دارین دست خواهرتون رو بگیرین بین سمت اون بازی با شماره من 1 2 3 بفرمایید. آقای رضایی جانم، من میشه خواهش کنم که تا ما اینجا با پدرها و مادرها در استودیو کودک شو هستیم شما با بچه‌ها بازی کنید و آنها من آره یه چایی بزنم الان باش استخرتون هم هست و بچه‌ها بپرید توی استخرتون و این چایی بده من این چایی دست داری آقا آقای رضایی صحبت چایی نکن اینجا مادرها دلشون خوبه آره میخوابن باباها میخوابن الان اسم چایی بیاری چایی بیاری بابا خوابیدن آره همون میخوام بخوابم یه ذره خیر خب ستاره طلایی تقدیم به خانواده های خیری و نیکبختی خب خدا رو شکر جدول رو ببینیم که هر دو خانواده با ستاره طلایی وارد مسابقه شدن هر چی ستاره های طلایی بیشتر باشه ما خوشحالتر میشیم و فکر میکنیم که مسابقه جذابتری خواهیم داشت انشاءالله بخش بعدی پدرها و مادرها بازی میکنند باید ببینیم آیا موفق میشن ستاره طلایی به دست بیارن یا میشه پدر رو استراحت کنن مادر رو نه باید با هم بازی دست بزنیم باید چایی بخوریم بریم یه چایی بخوریم و برگردیم سخت و البته هیجان انگیز و البته سالم بین خانواده های خیری و نیکبختی که هر دو در فرصت و تلاش اولشون موفق شدن ستاره طلایی به دست بیارن باید ببینیم که این بازی فقط یک ستاره داره کدوم موفق میشن سرعت عمل بیشتری داشته باشن حافظه قوی تری و در نهایت دسترسی پیدا بکنن به ستاره طلایی این بخش اشکال جفت هست 16 خانه داریم 2 به 2 هستن هر خانه‌ای که زودتر به عدد 4 برسه ستاره طلایی تقدیمش خواهد شد ببینیم جدول رو کمتر از 1 ثانیه ما جدول رو برای شما روشن می‌کنیم اگه میشه اشکالش رو بیشتر کنید ثانیه‌هاش هم یکم ببرید بالاتر خب بعد دیگه بعدن 1 ثانیه چشم هم زدن 2 ثانیه طول می‌کشه خب اصلا حسنش در همینه که سرعت عملتون و حافظتون رو قوی کنید میتونید تقسیم کنید مثلا به همسرتون بگید نیمه چپ جدول رو شما نگاه کن نیمه راست جدول رو من نگاه میکنم این دو تا نیمه‌ش هم خودت نگاه کن بین دو نیمه تا یه شورتی هم بزن شما دو دنگ بخوابید خانماتون بازی کنید چشم هم میبندن بریم جدول رو ببینیم خیلی سخت نه نه این نیست اینه نگاه کنید سریع به سرعت به سرعت تمام شد 9-8 خیر شما میتونید کمکش کنید بازی رو آغاز میکنیم تا زمانی که خط سبز نشده لطفا شاسی رو فشار ندید ولی نمیپذیرم بازی رو آغاز کنیم باید سبز بشه خانواده خیری 12 و 4 بله Yeah.
شما آتششانی زورتن زیاد باشه. دستم درد گرفت. نه اینجوری میزنی اگه در بره بعد شب خود با جواب بدی. آم حواسم باشه خودت تو صورت و حواسم این همم شاهد داره خشونت خشونت علی زنان میشه. حواست باشه. بازی رو آغاز می‌کنیم. من دیگه یادم نیستا. سبز بشه. نه زود زدید خانم خیلی نمیپذیریم. نوبت آقای یک بار دیگه بازی رو آغاز می‌کنم. می‌خواستم جریمتون کنم بگم آقای ببخشید من ندادم. خواهش می‌کنم. سبز بشه بعدن. بازم خانواده خیلی 9 و 15. 9 با 15. 15 و 9. 15 و 9. تو سری دیگه دست رو داشتی اونجا. مراقب باش، آروم. با احتیاط بود. بازی رو مجدد آغاز میکنیم. آنیک وقتی انتظار داریم ازتون ها، سرعت عمل بیشتر. آها. سه و شانزده. ببینیم به عدد یک میرسن. بله. آفرین. یاد بگیر ببین سبز شد بزنید. نه زود زدید سبز نشده بود. سیزده و ده. آفرین. آدم انتقاد پذیری هست که خوش آمد. آفرین آقای نیک بختی. پنج و شیش. باید ببینیم عدد دو میرسن یا خیر. بله. خیلی خب بازی رو آغاز کنیم. آقای نیکبختی کمک عدد رو بفرمایید. 14 با چند؟ 14 و 7. و چهار شدیم دیگه نه؟ بله. ستاره طلایی تقدیم خانواده خیری. خب جدول رو یک بار ببینیم. دو ستاره طلایی خانواده خیری، یک ستاره طلایی و یک ستاره قرمز خانواده نیکبختی. از اونجایی که مردان امشب ما بسیار همسر دوست هستند و همسرانشون رو بسیار دوست دارند، میرن مقابل توپ. آقا نکنه میترسی بستگی داره بید موادی که پرت میشه طرف صورت. آقا ما این همه تعریف کردیم ازت، خانمت گفت دلیر، شجاع، انسان دوست. یه چیزی دیگه، یه مقابله توپ میخوای بشی یه ذره شکمو هم هست. یه کیک خامه ای یا شیرینی خامه ای چیزی پرت کنه اول منم همه رو اشتباه بگم خودش همه رو بخوره. ماست و رنگ خوراکی کلا شعار اینه، اول خودت، دوم خودت، سوم خودت. این همه راجع به همدردی هست. اگه خودت سالم نباشی به کسی نمیتونی. الگوی ما شمایی. نخشیر نیبود در این دست و پاش بریم اتاق پرسش و پاسخ. ولش کن بقیهش به ادامه نگم. آقا میرم کیپو میرم. یکو دیگه همون اولی رو
روز عید چیز همین سال تحویل چه ساعتی بود؟ بذار با خوشون صحبت کنم چی میام با هم نه تعامل داشته باشم علیه ازدواج؟ سال ازدواج؟ نمیتونی تو راحت لبخونی؟ نداشتی؟ نه دارم بکنه چی بگم چند تا شاخه گل روز بدی همسرت ازت راضی میشه چند تا شاخه گل بدی؟ اولین 13 به در زندگی مشترکتون شوهرت چه لباسی پوشیده و چه رنگی بود؟ چند تا شاخه گل روز بدی همسرت خوشحال میشه؟ نه؟ نه این اصلا معنی نداره معنی نداره؟ حالا گیر کرده من همین یه دونه هست سوال چی بپرسیم؟ از چون ها میپرسن نه که ما باید از اونا بپرسیم ما هنوز نتونستیم تر کنیم یکیشو تونستیم یه دونه سوال تر کردی کلمن بیسته دستمند یه دونه سوال کلمن تر کردی اونم مثلا آخرین شامه که خوردین چی بوده نه میخوام یه خوره سخت بگیم دلمون سخت نه ای سخت چی بود بابا هم بطنه حریفته سخت بگیر سواله من آفت نبود ای بیداری؟ نه چای هنوز نخورده چای نخوردی؟ نه هنوز چای قسمت نشده عشق چایی ده یکی از عاشقای چاییه نه چای میبینه خوابش میبره چای خواب اون برعکس آره چای خواب آوره چای میخورن که اصلا ذره حالشون نه ما میگه من چای دم کن خودش میخوابه تا مرحله دم کشیده نه اون مرحله دم کشیش باعث میشه من بخوابم دیدم میکشه دیدم آره با اون چای تو دوست دارم توجیهات تو دوست دارم واقعا شما یه روز تشریف میبرین خونه بعد میبینین که همسرتون اون لباسی که خیلی دوست داری رو اینجوری بریده داره در دیوار مثلا شیشه ها رو اینجوری پاک میکنه میز پاک میکنه شما واکنش چیه من نگاه کنم تو چشم من واقعیت رو بگم واقعیت رو بگم واقعا انجام دادم همین کارو کارو کرده خب بعد بگو چیکار کردی چی میره یکی دیگه برام میخره میاره میذاره جا با هم چرا این کارو کردی نه 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 اصلا تا به حال اصلا تا به حال ما هیچ اصلا بس نکردیم یعنی نکته انحرافیش این بود که من میرم اون پارچه رو میگیرم خودم خونه رو تمیز میکنم آفرین نه میگی شما میگه پاره کرد باشه لباسو با من بحث موچو میگیرم من اینجا از خاطر نمیشه بله بله آقایان خیلی و نیکبختی پذیرفتن که برن بشینن مقابل توپ ها یه چایی بهشون دادیم و خوابیدن یه چرتری چشاشون گرم شد نفهمیدن که قراره که برن جلو توپ بشینن بریم ببینیمشون سلام آقای بازقی الان دیگه خواب پاشدن سره حال سره ها من سوقه اینجا این قرارمون نبود منو بفرستی جلوی تو من فرستادم خانمتون کاری نکرد آقای بازقی داشتیم با ما دیگه حالا یه زنم شما سختی بکشید آقا نمیشد اینو تقسیم کنیم با هم خب خانما سوالا رو طرح کردین بله شما ستاره کمتری دارید درسته بله من خواهش میکنم که خانواده نیکبختی اولی سوالشون از خانم خیری بپرسن تو شیرینی های خشک چه شیرینی رو بیشتر دوست دارن همسرتون؟ آقای خیری در شیرینی های خشک چه شیرینی رو بیشتر دوست دارن؟ یا زبان یا دانمارکی؟ یا نمیشه بگیم زبان زبان چیزی نگید لطفا بریم استودیو مجاور آقای خیری بله بله شیرینی دوست داری؟ تا دلتون بخواد شیرینی با چای کم نزیاد شیرینی با چای ها آی دلم خواست ای جانم والا تشریف بیارید حتما تقدیمتون میکنم تو شیرینی های خشک از همه بیشتر چی دوست داری؟ شیرینی خشک زبان درست گفتم مرسی مرسی دوست دارم من بیشتر والا نگران نباشد نوبت شما هم برسه اینقدر ذوق نکنید هر آن چیز را که برای خود میپسندید برای دیگران نیز بپسندید خب خانم خیری سوال بکنن از خانم نیکبختی اولین مواد خوراکی که برای خونتون تو اولین روز مثلا زندگیتون خریدید چی بوده؟ خوراکی منظورتون هر چیزی میتونه هر چیز خوردنی
گوشت و مرغ خریدیم. خب خیلی خوب، چیزی نگید. آقای نیکبختی، خب اولین توپ هم به سمت شما شلیک شده. سوال یه ذره پیچیده است ولی من سعی میکنم آروم مطرحش کنم. آروم آروم یواش. آروم آروم بگید. آقا شما زندگی مشترکتون با همسرتون شروع کردید به سلامتی و اولین باری که خوراکی خریدید در زندگی مشترکتون چی خریدین؟ این خانم زیاد تخم هندوانه دوست داشت. من فکر کنم تخم هندوانه رو واسه تنقلات اینا خریدم. خانم هیچ وقتی توضیح بدید به همسرتون چی گفتید؟ آقا ابوالفضل گفتن که اولین خوراکی که واسه خونه مشترک گرفتیم خب گوشت و مرغ و اینا بود، از فروشگاه گرفتیم. آخر گفتن نگفتن تنقلات، گفتن نگفتن تنقلات، گفتن خوراکی. من این همه 100 دفعه اینجا شاهدم، من نگفتم خونه خوراکی. خوراکی میشه دیگه، غذا میشه، اشکال نداره. و سوال خانم نیکبختی از سرکار خانم خیری که اگر درست پاسخ بگن سومین توپ رو هم شلیک خواهیم کرد. تاریخ عقدتون ماه قمریش چی بود؟ این سوالش خوبی بود، خوب بود. نداشتیم اینو، نداشتیم. سوال سخت میپرسید، سوال سخت تر. ضربتی زدی، ضربتی نوش کن. بکنم ماه شعبان بود. شعبان، چیزی نفرمایید لطفاً. بریم آقای خیری. بله، مرد خوش اخلاق ما. مخلصیم آقا. آتش نشان جان دلم. من دیدم خانم تعریف می‌کنه، خوشحال می‌شی، گفتم منم ازت تعریف کنم. سلامت باشی. ای هم دل مردم. آقا ای مردی که از آتش می‌ترسی. آقا چوب کاری نکنید ما رو. عزیز دلم. مردی که شیرینی دوست داره. تاریخ قمری عقدتون چه ماهی بوده؟ تاریخ عقدتون به ماه قمری. فکر کنم 15 هفته 60. نه به قمری عزیزم، قمری مثلا مثل ماه محرم و رمضان این چیزا که قمری میشن، اونو من گفتم دیگه، روزا چیز نخواستم، اسم ماه شعبان بود. آقا من دلم نمیاد بزنم. ما مخلصیم. نه آقای نیکبختی رو بینیم و یه دونه آقای خیری میزنم، یه دونه آقای خیری میزنم. ولی ستاره طلایی تقدیم خانواده خیری. خب جدول رو ببینیم، جدول رو ببینیم. سه ستاره طلایی. هنوز میتونید امیدوار باشید خانواده نیکبختی. بله هنوز میتونید امیدوار باشید. بازی بعدی یک بازی جذاب هست، سه دیسک در دو میز و 150 ثانیه. هر خانواده که زودتر بتونه دیسکا رو در جای خودش جای بده. ناگفته نمونن. منم دوست داشتم شغل همسرمو بگم. پلیس، پلیس هستن. به به، براشون دست بزنید. اگه زودتر میگفتی میترسیدیم هیچ بازی رو نمیبردی. خوب شد آخر نمیگفتی. ها پلیس میترسیم؟ دیگه باید هواشون رو داشت دیگه. را پلیس که تر. بچه ها یه شعری بلدن راجع پلیس بخونن. شبا که ما میخوابی پلیس بیدار مخواب خوش میگیری اون دنبال شکاره. سیامی دوست داریم، بهش احترام میذاریم، به خاطر احترامش باید قرمز میگرفتیم. بریم بخش بعدی، همینجور که دوستان دارن میخونن. خانواده های نیکبختی و خیری و مسابقه سدی 150 ثانیه فرصت دارید که همه چون سیم بود اصلا فن بیان اون خراب شد. 150 ثانیه فرصت دارید هر کسی که زودتر سدیس رو در جای خودش قرار بده. یک بار برای ما هم که در سالن هستیم نمایش بدید لطفا. خیلی متشکر و ممنون. میشماریم. ابتدا خانم ها تصمیم گرفتن. بله آقایون راه نمایی کنید. آفرین 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 آفرین. این بازی خیلی عجله ای نیست، بیشتر تمرکزیه. آروم تر خدا خیری آروم تر. آها آها ای بابا آقای خیری چرا برمیداری؟ بزن نزدیک بود، دقت کنید.
نقش کمک ها مهمه ها. اصلا نمیشه بسید. مسئول خود. مسئول خود. صد و پانزده ثانیه از زمان شما باقی بوده. آها نزدیک بود. خیلی خوبه، خیلی خوبه. میتونی کمکشون کنی؟ یواش نمایششون کنی شما تماشاچی های محترم. یواش بزن یواش 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 بزن بزن دیواری هم میتونید بزنید ها، یعنی فقط نمیخواد بزن. که هولش بدید میتونید دیواری هم بزنید، روش های مختلف امتحان کنید. همین پرتش کن، همین تو میتونید. آقای پرت هم میتونید بکنید. بزنش کنید باشی بزنش کنید بزنش کنید بزنش کنید. آقا خیلی حرف منو گوش میکنید، پرت هم میتونید بکنید. بلش کن بلش کن بردن آخه میره اون طرف نه بلش کن بلش کن آی بده من بده بده سنگ آقای نیک وقتی پرت هم میتونی بکنی بودو بود باش آه بنداز فقط 45 ثانیه فرصت ستاره قرمز میشید آقا بودو بلش کن بلش کن دیواری بزن دیواری آی وا 35 ثانیه وای بودو بودو آروم آروم بودو زود باش بده 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 وای خدا 25 ثانیه آه بده من 20 ثانیه بله شو بله شو بله شو بده من بده 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 سریع بده سریع سریع بده سریع هستی منو هستی منو کنار همسراتون بیستید لطفاً و ستاره قرمز تقدیم خانواده نیکبختی و خیلی خب جدول رو یه بار ببینیم میشه از اینکه بریم بخش بعدی ببینیم بله باز هم امکان امیدواری دیگه وجود نداره و بخش بعدی که پرسش و پاسخ از بچه ها هست فقط لذتش رو خانواده نیکبختی میبرن اشکال نداره درسته؟ بله بریم بخش بعدی خانواده‌های نیکبختی و خیری به مرحله پایانی رسیدند، هرچند که جدول میگه که بایستی به خانواده نیکبختی خداحافظی بکنیم، هیچ امیدی نیست مگر اینکه خانواده خیری بخوان شما هم در میز جوایز شریکشون باشید. اون به خودشون ربط داره، اگرم نخوان این کار رو بکنم باز هیچ دلیلی نداره، حرف نزنیم، بلش فکر کنیم، بذار فکر کنیم. بریم و سوال اول از خانواده نیکبختی. به نظر فاطمه زهرا بابا شبیه چه میوه‌ایه؟ وای وای چه میوه‌ای گفته؟ آقای نکبختی توت فرنگی. توت فرنگی؟ بله. میگه بهت؟ نگفته ولی نمیدونم توت آره فرنگی میگه. توت فرنگی خب بچه ها معمولاً سوال که میپرسیم ازشون دلیلش هم میپرسیم، میگیم چرا شما شبیه توت فرنگی هستین از نظر فاطمه زهرا؟ چون این میوه رو خیلی دوست داره، همیشه توت فرنگی رو دوست داره. به بابا زنگ میزنه میگه توت فرنگی بخره. بریم جوابشو ببینیم و بشنویم. فاطمه جان به نظرت بابا شبیه چه میوه‌ایه؟ سیب زمینی. چرا؟ چون سرخ شده. چون سرخ شده. سرخ شده. خانواده خیری. ماشاءالله.
عزیزم. تو دوست داری شبیه چه میوه‌ای باشی؟ آقا شبیه پرتقال. به نظر تیارا آدم مهربون آدمیه که آدم اسباب بازیاشو بین اون بده فکر کنم. بچه‌ها رو دوست داشته باشه. اسباب بازیاشو بده بین اون اسباب. نه مامانش رو دوست داشته باشه یا به مامانش کمک کنه. به مامانش کمک کنه. آره. بریم جوابشو ببینیم بشنویم. تیارا خانم؟ بله. آدم مهربون آدمیه که سوکسو میگیره. سوکسو میگیره. تو جواب با مزون شیرین از بچه ها. سوال بعدی خانواده نیکبختی، به نظر فاطمه وقتی آدم عصبانی میشه باید چی کار کنه؟ چی بهش میگید وقتی عصبانی میشه؟ باید داد نزنه، ساکت باشه. چی کار کنه؟ طرف مقابلش ببخشه. بریم ببینیم وقتی آدم عصبانی میشه چه کاریو بعد انجام بده فاطمه؟ باید آب بخوره ساکت شه. باید آب بخوره ساکت. دیگه جواب بهتر از این. من گفتم آب بخوره ساکت. حالا بپذیریم ازشون، سبزش کنیم خانم. بعد براشون دست بزنیم. خانواده خیری، به نظر ترنم خروس با قبول قبوش داره چی میگه؟ صبح شه بیداشت؟ نه بیداشت نمیتونم چی میگه؟ مردم آزاری میکنه. باشم اصلا نمیتونم. صبح بیداشت. صبح بیداشت. بریم ببینیم ترنم جان خروسه میگه کوکوری کوکو. خب به نظر چی داره میگه؟ میگه شام میخوام گوشت نشه. شام میخوام. شام میخوام گوشت نشه. سوال سوم، به نظر فاطمه سخت‌ترین کار دنیا چیه؟ کارگری که نمیدونم. آج چیه سالا؟ ظرف شستن؟ نه، رفتن سر کار. صف کنه. رفتن سر کار. عروسکاشو جمع کردن. چیو جمع کردن؟ عروسکاشو جمع کردن. سخت ترین کار دنیا چیه فاطمه؟ آشغال نریزن رو بیرون. آشغال نریزن. بله، متاسفانه بعضی سخت ترین کار دنیا اینه که آشغالا رو مثلا یه جا نگه دارن نریزن. چون آقای بازقی واقعا اگه ما تو ماشین حتی شب بود سوپرا جارو میکنن گریه کرده واسه شما. آخه چرا مثلا این موقع شب مثلا پیش زن بچه‌ش نیست؟ بله، بسیار عالی، جواب قشنگی بود. سوال سوم، خانواده خیری، چرا تیارا فکر میکنه مهربونه؟ چون با آتیش بازی میکنه. چون به مامانش کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، خونه رو جمع میکنه. ظرفا رو که نشسته، ولی مثلا کمک کردن وسایل خونه، کمک جمع کردنشون کمک میکنه. چون به مامانش کمک. آره آره. بریم ببینیم. فکر کنم شما دختر مهربونی هستی تیارا؟ آره. چی کار کردی که فهمیدی مهربونی؟ وسایل رو نمیریزم. به من کمک کردم. وسایل رو نمیریزم. همیشه همونو میگه. کمک. این نم شما دید ظرف میشوره کمک. نه نه، گفتم وسایلاشو جمع میکنه کمک میکنه. گفتم ظرف نمیشوره. حالا دو تا سوال دیگه داری. بریم سوال چهارم، خانواده نیکبختی، نازنین اگه بده تو قصه شنگول منگول چی کار میکنه؟ تا حالا نرفته قصه شنگول منگول. نازشون میکنه. آخه تو شنگول مگول گرگه میاد بچه‌ها. آخه تاله اصلا نمیدونم. من تاله داستانشو واسهشون نگفتم. آخه تعریف نکردیم. اصلا نمیدونم. تو تلویزیون مثلا دیده ولی حدستون چیه؟ من میگم بوسشون میکنه. بریم جوابش رو ببینیم. نازنین. بله.
اگه بری تو قصه شنگول و منگول چی کار میکنی؟ میرم بهشو میگم خب من غذا آوردم بیا بخوری. غذا میدونم. سوال چهارم خانواده خیری. ولی آقای بازقی باید قبول میکردید اون. حالا من که تصمیم گیرنده نیستم چراغو اونجا ندستم. هم هر کی چراغ دستشو سبز کنه. اگه تیارو بره تو قصه شنگول و منگول چی کار میکنه؟ باهاشون بازی میکنه. باهاشون بازی میکنه. با شنگول و منگول بازی میکنه. مطمئنی؟ بریم ببینیم. تیارا جان اگه بری تو قصه شنگول و منگول چی کار میکنی؟ با شنگول و منگول بازی میکنم. بازی میکنم. سوال پایانی. نازنین دوست داره توی چه کارتونی بره و بازی کنه؟ توی چه کارتونی؟ موچولوها؟ چیز موچولوها فکر کنم موچولوها من موچولوها؟ بریم ببینیم جوابش. نازنین بله دوست داری بری توی کارتون اونجا بازی کنی برگردی؟ آره. دوست داری تو کدوم کارتون بری؟ تو کودکسو. مرسی اومدی کودکسو. سوال پنجم که اگر درست پاسخ بدید ستاره طلایی. اسم بهترین دوست تیارا چیه؟ مرسانا. مرسانا؟ آره. دختر عموشه. آره. خیلی دوستش داره. دختر عموشه. ستاره داره. برادر زادم مرسانا. خیلی با هم بازی میکنن. خیلی هم دیگر دوست دارن. اونم اینا رو دوست دارم. بریم جوابشو ببینیم و بشنویم. اسم بهترین دوست چیه تیارا؟ مرسانا. بله. ستاره قرمز. تقدیم خانواده نیکبختی. دست بزنید ستاره قرمز گرفتن تو دست میزنید. خوبه. عالیه عالیه. عالی بود. لازمه. ستاره طلایی بشه. حالا من یه چیزی بگم راجع به این که چرا ما برای ستاره های قرمز دست میزنیم. میگن یک روز یک دانشمندی قرار بود یک معادله رو حل بکنه و 20 سال و 25,000 راه رفت و نتونست اون معادله رو حل بکنه و براش بزرگداشتی گرفتن و یه نفر پرسید که خب این که نتونست حل بکنه برای چی داری ازش تشکر میکنی؟ گفت نفر بعدی دیگه 25,000 راه رو نمیره. یعنی اگر بچه ها یک کاری رو انجام دادن ولو غلط بود به جای تنبیه تشویقشون بکنید چون دفعه بعد دیگه حتما اون کار رو انجام نمیدن، ولی اگر تنبیهشون بکنید دفعه بعد اصلا اون کار رو انجام میدن، کلا اون کار رو میذارن. این بحث در واقع موضوع برنامه ما بود که بایستی به بچه ها تشویق کنیم که بتونن بچه ها کارآفرین آینده بشن. رابطه این موضوعی که گفتی ترنم دیشب به من گیر داده بود مامان بیا برای من زرافه بکش. گفتم مامان با خودت بکشی، همه این نقاشی رو دیگه نمیشه من بکشم تو فقط رنگش کنی خوشحال بشی. گفت نه من بلد نیستم زرافه رو. داداشش داشت ما رو میدید، باباش سر کار بود شیفت بود. بعد من اصلا گفتم بذار یه بار خودش بکشه ببینم اصلا نقاشیش تو چه مرحله ایه. داداشش گفت بذار من بکشم. حقیقتا هم شبیه زرافه هم کشید. ترنم نشست گریه گریه که چرا این زرافه نیست. گفتم خب خودت بلدی، میدونی زرافه چه شکلیه، همونو بکش دیگه. فیل کشید. چی کشید؟ فیل. نه یه شکل عجیب غریب کشیدش ولی گفت زرافه اینه. گفتم دیدی مامان اونی که خودت تو ذهنته همونه، پس باید انقدر بکشی بکشی تا به زرافه واقعی برسی. یه ذره چشم و گوش گذاشت بعد دید نه شبیهش نشد، هی درست کرد درست کرد، تقریبا شبیه همونی که داداشش کشید شد. ولی خودش تلاش کرد انقدر بالا پایین کرد که تشویق. آره تشویقش کردم. گفتم قرمز رو هم میگیم با همون اندازه ستاره های طلایی تشویق بکنید، برای اینکه خانواده ای که ستاره قرمز کشیده به اندازه خانواده ای که ستاره طلایی کشیده تلاش کرده و این باعث میشه که به هر حال این شکل مسابقه ای در ذهن بچه ها از بین بره. خداحافظی میکنیم با خانواده نیکبختی شما و مردم عزیز ایران. بذار بگیم الان بگیم بفهم. ما نمیخوایم خداحافظی کنم با هم میخوایم خداحافظی. نه پس خداحافظی نکن با ما باشه. بریم میز جوایز همراه با دو خانواده نیکبختی و خیری.
درخواست خانواده خیلی، خانواده نیکبختی هم در میز جوایز حضور دارن. 4 ستاره طلایی و 8 فرصت انتخاب. البته یک ستاره طلایی در زیر اعداد نهفته است که اگر پیدا کنید دو فرصت به شما خواهد داد. تا 13 میلیون تومان میتونید هر دو خانواده برنده بشید. و آقای بازدقی ستاره طلایی اونا رو هم بذارید رو ستاره طلایی ما کلا. نه ما آخه چون ستاره طلایی داریم توی زیر اعدادمون به همین دلیل نمیتونیم این کارو انجام بدیم. عدد اول شماره 11. پسرم محمد تامی 11. بشماریم. شمش طلا و 1 میلیون تومان جایزه نقدی. انتخاب دوم 12. بشماریم. 3, 2, 1. شمش طلا و 2 میلیون تومان جایزه نقدی. انتخاب سوم 13. بشماریم. 3, 2, 1. 3 میلیون تومان جایزه نقدی و شمش طلا. انتخاب چهارم 14. چرا؟ نه اصلا 14 رو بگیم. 14. بشماریم. 3, 2, 1. لطیفه بگو. چی؟ لطیفه. خب باید یک لطیفه واسه ما تعریف کنید و الا این دینامیت عمل میکنه. ما دینامیت رو حذف کردیم برای اینکه یه ذره جذابیتون فرق نمیکنه. با همین دیگه، با همین خیلی خوب لطیفه بلدی. شما یه دونه بگید. شما بگین آقای خیلی جان. شما یه دونه بگید. آقای نیکبختی هم یه دونه بگم. شما بگید. خواهش می‌کنم. شما من الان دارم تحلیل میکنم. شما تو فکر کن قطاره می‌خواست. نه این شای بهتره. به خدا این شای بهتره. یه روز یه معلمی یا یه موضوع انشا اینه که در آینده میخواید چیکاره بشید. یه دونه از دانش آموزا بلند میشه میگه من میخوام درس بخونم، دکتر بشم، پولدار بشم، یا ماشین فلان بخرم، فلان جا تو شمال ویلا بخرم، سفرهای آنچنانی خارجه برم، این بر اون بر، خلاصه زن و بچه ازدواج کنم، زن و بچه‌مو با خودم ببرم. خیلی تعریف و تمجید میکنه و بعد میشینه دانش آموز بعدی میگه شما چیکار میخوای کنی؟ حالا من میخوام برم زن اون بنده خدا بشم. منو با خودش ببره. و آقای نیکبختی یه روز یه چند تا لایک پشت با هم دیگه قرار میذارن برن یه سیزده بدر یه تفریح. بعد تو مسیر راه میافتن با هم دیگه میرن، بعد از 300 سال یه جا پیدا میکنن که بشنن تفریح اونجا انجام بدن. بعد میرن کاهو آوردن مثلا فلان چیزا، نمک نیوردن. میان داوطلب بشن یکی مثلا انتخاب کنن به قید قره این بره نمک رو بیاره. اینا 300 سال اومدن میگه بریم مثلا قریمه تو فلانی، میگه خب فلانی بر نمک بیار. این میره، اینا منتظر میشن، میگن خب 300 سال ما اومدیم، این 300 سال بره، 300 سال برگره میشه 600 سال. میشینن نگاه منتظر میمونن، بعد از 600 سال میره نیومد. 601 602 610 600 میگه نیومد. بهش که شروع کنیم کاو خوردن، همین که بسطو باز میکنم یه ار پشت کو اومد بیرون، میگه فا کجا؟ میگه دیدی گفتم میخوای تنهایی بده من بخورید. اگر خوب دست نزنیم برای لطیفاشون همه رو میسوزونیم. خب عالی شد، عالی. 1, 2, 3, 4 و فقط 4 فرصت باقی مونده. عدد بعدی 6. اگه بمبه و خواهشم باز نکنید، اگه بمبه باز نکنید آقای بازدقی. 4 میلیون تومان جایزه نقدی و انتخاب بعدی 4. آقای جوادی میگه 4. میگه 15. تا 15 رفتیم. نیستیم تا 15 آخرشه. میگه 15. 1. این شطنه 15 بقلیش رفتیم. بریم 15 رو. انتخاب شما آقای 15.
بشماری آقای واضحی کمک کنید، آقای واضحی کمک کنید، به من هم هیچی نگفتن. تو رو خدا اگه بمبه باز نکن. مطمئنی؟ باز کنید. اگه بمبه باز نکن دیگه میخواد دوتا خانواده دو تا فرصت دیگه مونده. درسته. عدد شما چند عدد بعد؟ یه لحظه سکوت کنید لطفاً. الان آیه واضحی شما الان اصلا 15 رو ولش کن. خب درسته. فرض شما 15 هم باز کردیم. عدد بعدی شما چنده؟ 4. 4. عدد بعدی شما چنده؟ 1. 1. 1. خیر. انصراف ندارین؟ اگه انصراف بدین کمکتون میکنم. دیگه انصراف بدیم نیاز به کمک نیست دیگه، تمام. خب پس دارم کمکتون میکنم. انصراف بدیم بس. انصراف بدیم به نظرتون؟ به نظر من انصراف بدیم. آقا شما جای ما باشی چیکار میکنی؟ آقا 4-1 نه. فرض یک نه. 4-1 نه دیگه. 4 نه دیگه. ببین دیگه کمکتون کردم، دارم میگم آقا انصراف بدیم. جفتمون بهتره. انصراف بدیم. انصراف. انصراف. آقای باذقی یه کمک هم کن دیگه. یه کمک 15 تونو براتون باز. نه نه باز نکن. نه تو رو خدا نه. حالا انصراف، حالا انصراف دادیم. دست شما درد نکنه. ممنون. من که میتونستم بکنم. ممنون آقای جوادی. دست شما. شما چند؟ 1. دست نباشه. خیر، بس حدسای شما حدسای خوبی نبود. اعداد بعدی درسته؟ درسته. 5 میلیون تومان جایزه نقدی برنده شدید هر دو خانواده، مبارکتون باشه. 8 9 10. آره آقای باذقی لطیفه‌مون چی شد؟ شماره 14 لطیفه بود، ما لطیفه رو گفتیم جایزه شو ندادید. گفتم اینه دینامیت عمل میکنه، اگه دست بزنن همه میریزه. درست. بله. درست شد دیگه. بله بله. بابا کمکتون کردم دیگه بیشتر از این. حالا اونم بذارید روش. خیلی خوب بود. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید، هر دو خانواده نیکبختی و خیری، و امیدوارم که دوستیتون پابرجا باشه. همین که شما خواستید خانواده نیکبختی در کنار شما در میز جوایز باشن، نشون میده که با همدیگه خیلی ارتباط خوبی برقرار کردید. هر دو هم دو قلو دارید، هر دو هم یک پسر همسن و سال دارید و یک خانواده مشابه هم هستید، جوان هستید، دوست داشتنی و هر دو هم شغل‌های پرخطر. امیدوارم که در کنار هم دوستی خوبی داشته باشید، کودکشو باعث این دوستی شده باشه. ممنونیم از شما که بیننده برنامه کودکشو هستید. اگر برنامه رو از دست دادید از تلویزیون میتونید تماشا کنید، ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، برامون بنویسید، قطعا ضعفامون رو بیشتر بنویسید که تا بتونیم که در برنامه‌های آینده برنامه‌ای با کیفیت‌تر تقدیم شما بکنیم. تا برنامه بعد بدرود. خیلی ممنون و متشکریم. همگی خسته نباشید. همگی خسته نباشید.